چقدر حائز اهمیت می‌بینید این سفر آقای سالیوان رو به منطقه؟ خیلی مهمه. ایشون عملاً مهمترین مقام سیاست خارجی امنیت ملی در کاخ سفید هستن. یعنی شورای امنیت ملی که ایشون رئیسشه در کاخ سفید، در همون بخش غربی وست وینگ کاخ سفید، اونجا دفاترشون هست. درسته که بازوی اصلی سیاست خارجی مملکت وزارت خارجه است، ولی یک به قول معروف یک تفهیمی رو داریم، یک اندرستندینگ کلی رو اگه بخوایم بگیم داریم، این هستش که رئیس جمهور سیاست گذاره بعد از اینکه مشاوره میکنه با وزیر خارجهش، مشاور امنیت ملیش، غیره و ذالک. بقیه کار فروش رو دارن، یعنی موقعی که تصمیم اصلی در کاخ سفید گرفته شد، وزیر خارجه به عنوان رئیس و رؤسای دیپلمات‌ها، دیپلمات و دیپلماتین باید بره و این پیغام رئیس جمهور رو، حالا ممکنه باش موافق باشه یا مخالف باشه، بفروشه. حالا موقعی که یک کسی مثل مشاور امنیت ملی، میخوام بگم یه چند تا اسمم اینجا ذکر بکنم، ببینید مشاوران امنیت ملی در بعضی از برهای آمریکا حتی از وزیر خارجه مهمتر بودن. الان اینطور نیستا، ولی بوده. مثلا زمانی که آقای سایرس ونس وزیر خارجه بود، همه برژینسکی یادشون میاد. وزیر خارجه دور اول آقای نیکسون، بنده خودم اسمش یادم رفته، ولی مشاور امنیت ملیش آقای کسینجر بود که بعدم شد وزیر امور خارجه. میایم همچون جلوتر میبینیم زمان مثلا دولت آقای بوش پدر، سپهبد سکوکرافت خیلی نفوذ زیادی داشت، هرچند که وزیر خارجه اون زمان آقای معذرت میخوام آقای پرزیدنت بوش، اگه اشتباه نکنم جیمز بیکر بود، اون هم بالاخره یاد طولایی داشت در سیاست خارجه. بستگی به رئیس جمهور دارد و بستگی به وزیر خارجه. در دوره‌های دیدیم که این مشاور امنیت ملی به خاطر قرابت فیزیکی نزدیک به رئیس جمهور داره، همون بغله در خود کاخ سفید کار میکنه، عملا روز به روز ممکنه رئیس جمهور ببینه، با او بیشتر در سفرها باشه. و این نشنال سکیوریتی کانسل، شورای امنیت ملی، خب در اون نماینده‌هایی هستن از وزارت خارجه، از وزارتخانه‌های امنیتی و اطلاعاتی، از قوای مسلح. درسته که از لحاظ تشکیلاتی آقای سالیون هم ردو و هم تراز یک وزیر نیست، ولی در اون در نظر داشته باشید رئیس کل کارکنان کاخ سفید هم تراز وزیر نیست، اما به رئیس جمهور خیلی نزدیکتره. حالا تو این همه این مقدمات رو گفتم که نشون میده که مسئله خاورمیانه و تحولات اخیرش و به خصوص تحولات عربستان سعودی، سالها محمد بن سلمان دست به یک سری اصلاحاتی زد، دست به یک سرکوب‌هایی هم زد. دولت امریکا زمان آقای ترامپ بیشتر اوقات این قضیه رو باش مشکلی نداشتن کلا. دموکرات‌ها با این حکومت کنونی عربستان سعودی رابطه بالا و پایین داشتن، هرچند که همچون اسرائیل، البته به درجات خیلی پایین‌تر، ولی چون اسرائیل، سعودی یک متحد راهبردی برای ایالات متحده حساب میشه. حالا فهد رفت و عبدالله آمد، عبدالله رفت و سلمان آمد و غیر و ذالک، خیلی نباید در این اتحاد راهبردی تأثیر داشته باشه. اما ظهور چین، تحرکات جمهوری اسلامی و بعدم شاید خستگی عربستان سعودی از جنگ یمن، خستگی عربستان سعودی از این همه تنش و بالا و پایین در منطقه و خواسته اونها برای آوردن مسائل به یک راه مصراط مستقیم، هرچند من زمان با جمهوری اسلامی الان به نان و نمک شکستن و از اون طرف هم به زیر عرضم بزرگ شما انتظار داشتن از اینکه جمهوری اسلامی به یک صلح پایدار پایبنده، هم اشتباه تاکتیکی به نظر از طرف سعودی، هم اشتباه راهبردی. ایالات متحده اینجا سه تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اول مطمئن بشه که جای پایی که در منطقه دارد، حدوداً 70 سال هم دارد و برای این جای پای هم زر و بسیاری هم خون ریخته و بسیاری هم اونجا سکریفایس کرده، ایثار کرده برای این، به یک شبه از دست نره. دوم، مسئله جمهوری اسلامی هنوز مسئله است که برای ایالات متحده مهم ورمه هستش، ولی از اون بزرگتر، از جنگ بین قدرت‌های محلی و منطقه‌ای بگذاریم، بزرگترین مشکل و بزرگترین آنچه که تهدید می‌کند ایالات متحده را هم از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی، رشد و نفوذ چین هست. حالا اگر چین بتواند با رشد اقتصادیش و کمک گرفتن از بازوی زخم خورده نظامی روس‌ها و همینطور موشتاندن کشورهای مثل جمهوری اسلامی در منطقه استفاده بکند، استفاده می‌کند. به نظر من ایالات متحده اونجا هستش که هم مطمئنیش رو دل امنی بدهد و همین که مطمئن بشه که اون به قول معروف اینترست های اون منافع مهم و راهبردی که در منطقه دارن هنوز محفوظ بمونن. چقدر فکر میکنید این بیمحلی، یا حالا نگم بیمحلی، کم محلی ایالات متحده و عربستان سعودی در این چند سال اخیر به خصوص در دولت آقای بایدن هزینه های اضافی براش آورد؟ مثلا اشاره کرد به بحث چین،
آمریکا شاید فکر کرد از خاورمیانه کمی دور بشه بره به سمت آسیا و چین، ولی چین آمد به خاورمیانه، رابطه نزدیکی که الان با عربستان سعودی داره، جمهوری اسلامی داره توافق میکنه با عربستان سعودی. چقدر فکر میکنید که این کم محلی هزینه رو اتفاقا بیشتر کرد برای واشنگتن؟ شما در عرصه دیپلماسی میگن دوستاتو نزدیکتر نگه دار، دشمنات دوستاتو نزدیک نگه دار، دشمناتو ولی نزدیکتر. دوم، در عرصه دیپلماسی، در عرصه کلن امنیت ملی، شما دوست دائم ندارید. این حرفی که سالهای سال این به قول من در این عرصه ریل پولیتیک زنن، شما دوست دائم ندارید ولی منافع دائم دارید. خب این منافع کشورهای مثل ایالات متحده و متحدینش در منطقه تا حالا بر سر چند چیز، یکیش ثبات، یکیش عرضه و تقاضای قابل قبول و معقول انرژی، نکته آخرش جلوگیری از اسلام افراطی افسار گسیخته. اینها از منافعی بود که کشورهای مثل ایالات متحده، عربستان، اردن، روس، مزد میخوام اسرائیل، همه تا یه حدی بالاخره برای منافع خودشون به اون پایبند هستن. من ظهور چین رو الان اونطور نمیبینم که آمده جای پای آمریکا رو در منطقه گرفته، اصلا و بعد اینطور نیست، ولی بالاخره از حالا باید اون رو در نطفه خفه کرد. یعنی نمیگم که منظورم هر تحرک نظامی نیست، منظور ازش که درسته که الان اون نفوذی که ایالات متحده از قاهره و بیروت و ارزم بوز شما مثلا عمان داره تا پایتخت‌های مختلف عربی، همچون چیزی اصلا و ابدا نیست نفوذ چین. اما این دلیل نمیشه که 10 سال بعدم اینطور نباشه، 20 سال بعدم اینطور نباشه. ایالات متحده کار درسته کرد، بله، آینده نظامی و اقتصادی دنیا در منطقه خاوردور و آب‌های اقیانوس هند آرام رقم خواهد خورد، ولی این دلیل نمیشه که جاهای دیگر ما جا خالی بدیم. به نظر من اون پیوت تو ایجای آقای اوباما درست اما چند درصدی هم غلط بود. رابطه خیلی خوب نداشتن هم گهگاهی با متحدین همینه. سوال اینجاست دشمن بزرگ اصلی کی است؟ بعضی موقع هم در سیاست راهبردی کلان آدم دچار مشکل میشه که مثلا دهه 80 دشمن اصلی اتحاد جماهیر شوروی بود، ایالات متحده آمد به بسیاری اسلحه داد، بسیاری کمک کرد، بعدا هم اونها برای خود ایالات متحده مشکل ساز شدند. ما الان در منطقه بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است، بیت خامنه ای است و تحرکات سپاه پاسداران. به خاطر همین ما باید رابطه نزدیکتری رو هم با اورشلیم، هم با ریاض، هم از دوحه گرفته تا منامه که بالاخره پایگاه های بزرگ نظامی ایالات متحده هستن حفظ می‌کردیم. اینطور نیست که آقای بایدن و تیمشون دشمن کشورهای عرب خلیج فارس باشن، نه خیر، ولی به نظر من باید انتظارات خود رو معقول‌تر داشته باشیم. چرا؟ چون دموکراتیزه کردن مثلا ریاض یا منامه یا بحرین از لیست اولویت‌های شاید چندهم ایالات متحده است. ثبات منطقه و جلوگیری از تحرکات مخرب و تحرکات مخربتر جمهوری اسلامی در منطقه باید هدف اصلی ایالات متحده و متحدینش باشه. احتمالاً یکی از دلایلش هم همین هستش که آقای سالیوان عازم منطقه است. ممنونم از شما رشا آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی.